نیروهای نمیدونم بسیج و سپاه و حزب الله و سار الله و نیروهای انتظامی و نیروهای لباس شخصی اینا هستن، با اومدن 500 نفر 600 نفر تو خیابون از کار نمیافتند. پروژه سناریوست. حالا مهم نیست چقدر شما پاک باشید، وطن پرست باشید، نازنین باشید، پرونده پاک داشته باشید. اون مردم بارها از یک سوراخ به نام رسانه‌های برون مرزی گزیده شدند، گزیده شدند. اونها دارن میبینن ما در مهد تمدن دنیا نداریم اون پتانسیل رو، اون نیرو رو که بتونیم مردم رو به خیابون بیاریم. میگن مردم در برون مرز نسبت به اینا بی‌اعتمادن، بی‌اعتقادن. ما چگونه اینجا زیر توپ و تفنگ و سرنیزه به شما ها باز دوباره اطمینان کنیم؟ خیلی راحت میتونید بفهمید در برون از مرز تو این شهر لس‌آنجلس با 2000 تا حزب و 50 تا رادیو تلویزیون و رسانه چرا هیچ کس خفه خون گرفتن برای تظاهرات 29 بهمن صحبت نمی کند. روز مرگ ملت ایران علیرضا میمونی صحبت میکنه، عنصرهای مقامی صحبت میکنه، شهرام همایون صحبت میکنه، ضیاء آتامایی صحبت میکنه، مسعود سعد صحبت میکنه، اون میکنه، اون هیچکی، همه خفه خونند. و هم میخواید مردم رو تو ایران به خیابون بیارید؟ آخه تو رو به عزتتون، تو رو به شرفتون، تو رو به ناموستون، تو رو به ایران سوگند دارم اشتباه میگم؟ همش حق بازیه، همش کلکه. یه سری وطن پرست نازنینه باید پاشون رو بوسید. میخوان بیان، اونا هم دلزد شدن، دلزده شدن از این نمایش های تکراری، خسته شدن. رهبری کو؟ رهبر کو؟ مانیفست احزاب سیاسی کو؟ برنامه های پیش رو کو؟ هنوز 5 نفر نمیتونن سر یک میز با هم بنشینن برای اینکه هر جا میری حکومت اسلامی لانه گذاشته. اول باید این شهر رو گرفت. چه زبونی دیگه براتون بگم؟ به خدا به این جام رسید. این حرفا رو هم میزنی میگن تفرقه پراکنی داره. آخه کثافت ها چه کردی تو این 30 سال که ما تفرقه پراکنی کنیم؟ پلاسیده ها چه کردید؟ در همون رویا پردازی ها، در همون سناریو ها، در همون حالت ها. وای خدا مرگم بده، سکوی توهین کرد، خفه خون بگیر. سی سال یه دونه عکس پادشاه رو گرفتین تو یه تظاهرات، 3 بار در سال اومدید بیرون، دیگه وطن پرسترینتون، مانارک ترینتون. سکوی آبروی ما رو میبره، ما پادشاهی ها رو آبروی ما رو میبره. کدوم آبرو؟ مجسمه بلاهت تو مغزتون ساختید از خودتون. تو تمام تلویزیون ها دارن به اسطوره هاتون، به نماد هاتون، به سمبل هاتون، به رضا شاه کبیرتون، به آریامهر بزرگتون، به شهبانوتون دارن توهین میکنن. یک کلام در مقام جوابگویی بر نمیاید. نوکر اون یارو شالاتانه شدید که 1 ساعت در هفته بهتون برنامه بده.
یک سرود شاهنشاهی رو هفته یک بار در جلسه‌تون میگذارید، سر قول رو شکستید، 18 بار، 20 بار، 30 بار این سرود شاهنشاهی داره به سراسر دنیا از طریق این آنتن میره. بزرگترین افتخارتون اینه که سالی یه دفعه 3 ساعت برید تو سالن یه هتل بشینید، بزرگداشت بگیرید. فلج کردین تلویزیون، دستگاه های اطلاعاتی رژیم رو، چه در برون و چه در درون. همون مردمی که دارن این تلستان 12 این تلویزیون رو میبینن، آبروتون میده، فوش میده، سکوی اصلا به تیپ ما طرفداران با دوزاری ها. شماها همین همین سیستم رو میخواید، همین آب راکت رو میخواید، همین طریق پادشاهی رو تا 20 سال دیگه میخواید خبر مرگتون بمیرید، همین تظاهرات 200 نفره رو میخواید، کوتوله هم شدیم اینجوری هم شدیم بیاین گوشه برید بایستید. بهتون برمیخوره؟ تو مشت مزدورای رژیم هم گیرتون انداختن، نگرتون داشتن، تا آخرین روز مرگتون هم نمیخواید متحول بشید، بشینید پیش خودتون یه دو تا چهار بکنید چرا بعد از 30 سال اینجا وایسادید. آخرش هم میرسید به این نجه همینی که هست دیگه، ما که کارمونو کردیم، ما تلاشمونو کردیم، هیچ کاری نکردیم، نکردیم. منم جزو شماها. نق زدن، دست زدن علکی، هورا کشیدن بی خودی، جوانیتون رفت، زندگیتون رفت، هستیتون رفت. نشستیم منتظر چی هستیم؟ تا دستای همدیگر رو نگیریم حرکتی بیش نمیاد. چیکار کنم؟ بشینم به شهرام همایون امروز خاطرات آقای مرتیک شیره ای خامنه ای رو بگم؟ ایشون پیپ میگذاشتند و ایشون تار میزدند و ایشون با بزرگان اهل فرهنگ و هنر می نشستند. نمیدونیم یه دفعه چی شد و چه. بعد شما پا طرفداران نظام باشه، چرا نوچه اون شدید؟ اسماتون اون زیر میپیچه، اون که میگه من جمهوری خواهم، اون که کتاب فیلم های وزارت اطلاعات و ارشاد رو میذاره در بر علیه پادشاه ما واسه اینکه تیپش رو بفروشه. چرا شما چجوری هستید طرفداران نظام پادشاهی که این مردی که شیره یه شطور هر شب بره فوش میده یک دونه تلفن به اون شجره نمیزنید اعتراض کنید؟ همه شماها، بسیاری از شماها دنبال همون حقام رفتید، شما طرفداران نظام پادشاهی، یادتون رفتید واشنگتن، براش دست هم زدید، دنبالش هم رفتید. تا در خارج از کشور، تا این لس آنجلس از دست مافیای هنری، همین حجت الاسلام های بی پدر و مادر، تلویزیون های دامبول دنبوکیه، کنسرت گذاره، سریال های حکومت اسلامی، تا تو دست ایناست، تا تو دست این چند تا تلویزیون 80-20 و تا تو دست بنگاه ایمان و تا تو دست مردکشای اسلامی و تا تو این مسیر داره میپیچه. آزادی ایران ممکن نیست و مردم در ایران تا ماها یک حرکت بزرگ نشون ندیم در خارج از کشور، نقطه قوتی بعد از 30 سال بهشون نشون ندیم، هیچ اتفاقی ما در برون نمیتونیم در درون ایجاد کنیم. حالا هی بشینید تو رویا باشید، حالا هی بشینید خبرهای مهمی تو راهه، 30 ساله دارم این حرفا رو میشنم، وای نمیدونی چه خبرهایی تو